کتاب آقای مازیار بهاری همونطور که گفتم عنوانش هست Then They Came For Me. کتاب جذابی هست که من واقعا وقتی مرورش میکردم شما حتی میتونید بوی سلول ها رو حس کنید، حتی میتونید صدای قدم های بازجو و سربازایی که داره شما رو پیگیری میکنه میبرنتون توی سلول رو بشنوین و حتی بوی نم سلول ها رو، بوی پیرهن و کت بازجوتون رو حس کنین. میتونید خودتون رو کاملا توی اون فضا قرار بدین و به عنوان یک خودتون، به عنوان یک از پرسوناژهای اصلی کتاب پیش برین و کتاب رو به آخرش برسونین. چیزی که توی ذهن من اومده با عنوان کتابتون، یاد کتاب جیمز استیل افتادم که دقیقا اون هم 1991 کتاب منتشر کرد با عنوان And Then They Came For Me، که خاطرات آن فرانک رو از دوران هولوکاست و دوران زندانهای نازی و اینها شروع میکنه تعریف کردن. خیلی دوست دارم بدونم آیا این اتفاقی میشه عنوان کتابتون مثل اون، چون خیلی زجرها و مصیبتهای زندانیانی که حتی تو دوتا کتاب میاد آدم میتونه قشنگ با هم تطبیقشون بده و پیش بره. میخوام بدونم نام کتاب تصادفی بود یا چیزی رو توی ذهن شما تداعی میکرد؟ نام کتاب نه تصادفی نبودش. این When They Came For Me خب یعنی بعد سراغ من اومدن، در حقیقت یک بیتی هست از یک شعری که در مورد هولوکاست یهودی ها سرایده شده و این توی اون شعر میگن که بعد نوبت سوسیالیست ها رفتن، بعد نوبت همجنسگرا رفتن، بعد نوبت یهودی ها رفتن و من دفاع نکردم و بعد اومدن سراغ من. حالا هم دارون مختلف گفتن، بعضی گفتن اینو برتون برش گفتن این شعر، بعضی کسی دیگه. اون کتابو من شخصا نخوندم، مال جیمز استیلو. اما خب به هر حال در طبیعت حکومت‌های دیکتاتوری در تمام دنیا، در تمام مقاطع تاریخی در دنیا یک سری خصوصیت‌هایی هستش که همه‌شون با هم مشترکن و به خصوص در بعضی از حکومت‌هایی که دنبال یک ایدئولوژی به خصوصی هستن، حالا این ایدئولوژی خیلی میتونه متفاوت باشه، حتی میشه گفتش که بعضی از حکومت ها دیکتاتور تر هستن از بقیه، بعضی ها جنایتکار هستن از بقیه، اما یه سری خصوصیات مشترک هستش و به تبع اون قربانیان اون دیکتاتوری ها هم یک سری خصوصیات های مشترک دارن و شاید این همین چیزی باشه که شما دارید بهش اشاره میکنید. بسیار عالی. همون ابتدا و خلاصه کتاب رو که شروع میکنین، صفحه اولش رو که شروع میکنین با کتاب پیش بری، اسم بازجوتون رو میذارین گلاب به خاطر اون عطر گلابی که حالا پیرهنش داره یا کتش داره و دیگه تا پایان کتاب از اسم اون یا اسمش رو میذارین آقای گلاب، حالا یا گلاب. خیلی برای من جالب بود که اسم گذاری میکنین برای چیزی رو که از این بازجو توصیف کردیم کاملا مشابه صحبت‌هایی بود که دوستان دیگه روزنامه نگارمون وقتی از روزنامه از زندان اومدن بیرون با هم صحبت می‌کردیم می‌گفتن و تغییری بود که بین بازجوها به وجود اومده نسبت به دوره قبلی که روزنامه نگاران رو می‌گرفتن. اینکه توی دوره جدید بازجوهایی هستند تحصیل کرده بین 30 تا 35 سال، گویی خیلی برنامه ریزی شده اینا دارن تربیت میشن، دارن آموزش داده میشن، جوان هستن و سراغ روزنامه نگارا میرن، سراغ حقوقدانا میرن، سراغ پزشکا و فعالای سیاسی میرن و حتی تحصیلاتشون من فکر میکنم اینطور که توی کتاب شما خوندم یا از روزنامه نگارای دیگه شنیدم وقتی آمدن بیرون، حتی تحصیلاتشون هم خوب هدایتمند شده. توی دوستان بدونم که دیگه چیا دیدین توی بازجوهای جدید که خب ببینید، من فکر کنم یک مشکلی که همه با بازجوها داشتند همیشه و بازجوها اتفاقا خیلی دوست دارن که مردم این مشکل رو باشون داشته باشن، اینه که به بازجوها به شکل یک انسانهایی که در حقیقت انسان نیستن، هیولا هستن، بهشون نگاه بشه. چون شما وقتی که میگید هیولا یعنی که یک موجودیه که شما نمیتونید باش مبارزه کنه، چون انسانی دون هیولاست. اما من خب به خاطر این که الان یه باید کات بزنیم، من بگم چرا اسم کتاب Then They Came For Me و بعد سراغ من اومدن، از چون من نسل
سوم زندانی سیاسی هستم در تهران تو ایران. پدر من در دهه 30 شمسی 1950 میلادی، خواهر من در دهه 60 شمسی 80 میلادی زندانی بودن و من یک سری تجربه رو داشتم، مثل هزاران افراد تو نسل من که نسل چندم زندانی ها هستن. بنابراین برای ما و با توجه به صحبتهایی که مثلا من با خواهرم، با دوستانمون، با پدرم کرده بودم، از یک مقطعی به بعد سعی کردم که این بازجو رو من به صورت هیولا نبینم، به صورت یک آدم عادی ببینم. و اینم که من بهش میگم این آقای گلاب یا روز واتر توی کتاب، اینی که به هر حال این یه جورایی انسانسازی بشه از این طرف. چون به نظر من دو تا مسئله هسته شما وقتی میگید یکی هیولاست. یکی این که اولا هیچ حیوانی شکنجه نمیکنه کسی رو، بنابراین شما وقتی به بازجوتون بگید حیوان، در حقیقت به حیوان توهین کردید یه جورایی، یعنی که هیچ موجودی نیستش که بجز انسان انسان دیگر رو شکنجه بکنه، تحت فشار بذاره، این سابقه نداره. و یک مسئله دیگه اینه که وقتی شما به یک موجودی میگید هیولا، اون وقت شما سطحتون باش فرق کرده. اون با توجه به اینکه شما توی اتاق تاریک هم هستید، اون زورش هم از شما بیشتره، یک سری یار و چیزم داره، همکارم داره خارج از اتاق و شما بعضی موقع دستبندم دارید، چشمبندم دارید و در حقیقت کاملا تحت اختیار این طرف هستید، هیولام که بهش بگید دیگه، این یعنی دیگه تفوق کاملی به شما داره. منتها وقتی که این آدم رو یک آدم ببینید، یه آدمی که به هر حال توی سیستم بدی داره کار میکنه و یک کاری داره به هر حال میکنه، این آدم میتونستش مثلا حسابدار باشه، میتونستش پزشک باشه، اما از حالا یک مسئله پیش اومده و از قرار روزگار شده شکنجه‌گر و بازجو، ولی به هر حال یه آدمه که توی سیستم بد و یه آدمی که بد برای کار بدی رو داره انجام میده. و من خواستم که با اولا توی زندان همیشه با خودم سعی میکردم که اینو به صورت یه آدم ببینم و خیلی هم سخت نبود، چون مثلا فرض کنید این آدمایی هستن که این شکنجه‌گرا که تمام عمرشون رو در حقیقت توی این سلولای کوچیک و تاریک میگذرونن و مردم رو میزنن، فوش میدن بهشون اینا، ولی ارتباط دارن با خارج از زندان و شما میشنوید. یعنی تو تمام خاطرات دیگه هم که من خوندم، مثلا خاطرات خانم هاله اسفندیاری هم همین بود که میدیدید این با خانواده‌اش صحبت کرد، مال من هم با زنش صحبت میکرد شکنجه‌گر، من هم با پدرش صحبت میکرد، هم با همکاراش صحبت میکرد و اصلا یک آدم دیگه ای میشد در حقیقت با اون چیزی که با من بود. و مثلا با زنش خیلی مهربون بود و میدیدی که حتی چیزه یه جورایی به زنش احترام هم میذاره و اون تصویر مثلا غلطی که همه دارن که نه مثلا بازجوها زناشون هم مثلا کتک میزنن چه چیز نبودش، و برعکس میدن بعضی موقعی شاید چیزه مشکلات خانوادگیشو مثلا دقدریشو داره سر من خالی میکنه. و سر همین این باعث میشد که من یه سری نقطه ضعفای اینم پیدا کنم توی چیز، توی این صحبت، این ارتباطی که ما داشتیم. و بعضی موقع با توجه به اینکه من نقطه ضعف اینا رو پیدا میکردم، من تفوق پیدا میکردم در حقیقت به این آقایی که آقای گل ها. و به خاطر همینه که اینو به صورت هیولا من مطرح نکردم. فکر میکنم میدونم همسرشون که اینا بازجو هستن 100%، چون مثلا من یه روز یادمه که این داشت منو میزد و گوش منو داشت میکشید و تلفنش زنگ زد، معمولا مثلا منو ولم میکرد و میرفت، ولی اون روز بر حسب اتفاق گوش منو ول نکرد، همینجوری گوش من دستش بود، داشت گوش منو میپیچون، با زنش صحبت میکرد و مثل این که چیز بودش، مثل این که سالگرد ازدواجشون بود و گفتش که عزیزم ببخشید من نمیتونم، عزیزم هم همیشه میگفت. یعنی شما مثلا تصوری ندارید که مثلا بازجو که بزنش عزیزم، بله مثلا شما فکر میکنید مثلا میگه صغرا زهرا همچین چیزایی بزنش، نه عزیزم ببخشید من نمیتونم بیام چیز خونه، تو که میدونی من نمیتونم بیام. بعد من گفتم آه، بعد یه دفعه اینجوری کرد خفشو من دارم صحبت میکنم. بعدش گفتش که حالا من کارم با این مهدی که تموم بشه یه قرار درست حسابی میذاریم. بعدش تلفن رو قطع کرد، بعد شروع کرد دوباره زدن من،
گفت تو زندگی برای من نداشتی، تو نمیذاری من با خانواده‌ام بمونم. خب برو خانواده یه کار دیگه پیدا کن، الان من چه چیزه. به هر حال این خصوصیتی که برای شما میدونید، اگه این طرف انسان ببینید یه سری نقطه ضعف‌های پیدا میکنید، و اینو که من همینجوری که من توی کتابم توضیح دادم، بعضی موقع میتونید با این نقطه ضعف‌ها بازی کنید، حتی برای اینکه یه مدت شکنجه نشید، یه مدت نزنتتون، خودتون کار میکردید. بله. با توجه به اینکه از خانواده ای آمدیم که به هر حال اونها هم قبل از انقلاب زندان رو کشیدن، حالا خودتون دارین زندان رو تجربه میکنین و سخت ترین شکنجه ها و دوران ها رو تجربه کردید، چه نگاهی دارین حالا به کشورتون؟ چی میبینین؟ داره چی میشه بعد از انقلاب؟ قبل از انقلاب چی شد؟ بله، ببینید، من فکر کنم که اتفاقی برای من افتاد و خیلی از هم نسلای من داره میفته تو ایران، اتفاق خیلی متفاوتی نیستش که مثلا برای پدر من افتاده بود یا حتی نسل قبل از نسلای قبل از پدر من افتاده بود. پدر من به هر حال یک آرمانی داشت، عضو حزب توده بود و یه سری آرمانی داشت برای خودش و فکر میکرد که بر اساس اون آرمان ها میتونه یک ایران بهتر، یک آینده بهتری رو بسازه. خواهر منم همچین فکر میکرد. من اصلا با آرمان های پدرم و خواهرم اصلا موافق نیستم و شدیداً متنفرم از اون آرمان هایی که اونا داشتن. اما چیزی که برای خودشون فکر میکردن اون بودش، فکر میکردن که ما داریم یه چیز بهتری میسازیم. البته نه، من از آرمان هاشون متنفر نیستم، از راهی که به اون آرمان ها میخواستن برسن من تنفر دارم. و سر همین من فکر میکنم که چیزی که من برام پیش اومد، یا پدرم براش پیش اومد، یا خواهرم براش پیش اومد، یا نسل قبل از اون که پیش اومدن، این یک سیر طبیعیه که هر کشوری باید طی بکنه که به یک آینده بهتری برسه. و افرادی هم که مثلا پدر منو شکنجه کردن، یا خواهر منو شکنجه کردن، یا منو شکنجه کردن، اینا همیشه دوست دارن که ما یک احساس تنفری نسبت به اینا داشته باشیم. و الان من فکر میکنم که بزرگترین پیروزی که من میتونم داشته باشم در مقابل شکنجه‌گرم اینه که من ازش احساس تنفر نکنم و به آینده کشور هم امیدوار باشم. این خیلی سخته. 100% مثلا من خب مثل هر کس دیگه یه سری احساساتی دارم و بعضی موقعی که مثلا به شکنجه‌گرم فکر میکنم، هر چی که دلم میخواد فوش بهش میدم، اما اینو عمومیش نمیکنم، اینو همیشه برای خودم نگه میدارم، یه مقدار دقتشم رو پل خودم خالی میکنم و بعدش منطقی فکر میکنم که نه، اینم به هر حال یک موجود بدیه توی این سیستم بدی که جا افتاده. اما هر وقت که شما این در حقیقت خشونت و در حالا بگیم ددمنشی یک رژیم رو میبینید، یک سری شکنجه های رژیم رو میبینید، این نشون میده، این عجز اینا رو نشون میده، نشون میده که اینا در مقابل یک نیروی احساس کمبود میکنن و به خاطر همین به خشونت رو میارن و همین باعث میشه که شما امیدوارتر باشید به اون نیروی مثبتی که باعث عجز اینا شده. خیلی عالیه که خیلی واژه امید رو به کار میبرن توی صحبتتون. شاید هر کسی اون دوران رو بگذرونه، اون دوران سخت رو، بعد این همه میدونیم ایست و سرکوبی برای جنبش معترضا ببینه، شاید خیلی ها به هر حال یه جاییش دیگه یه مقدار امیدواریشون تحلیل بره و کم بشه. ولی من فکر میکنم من نمیگم من این امید رو ندارم، میخوام بدونم که چجور این امیدتون رو بیشتر برای آره. ببینید، وقتی که شما یه کاری رو کردید بهش اعتقاد داشته باشید، من روزنامه نگار بودم، به روزنامه نگاری و روزنامه نگاری بی‌طرف اعتقاد داشتم. یک سری هستن که فعال سیاسی هم به اون فعالیت سیاسیشون اعتقاد دارن و وقتی که اونا مورد حمله قرار میگیرن و مورد شکنجه قرار میگیرن، معمولا اونا این امید رو حفظ میکنن. مشکل موقعیه که وقتی که جوانایی که فقط مثلا یک تظاهرات رفتن، هیچ سابقه سیاسی ندارن، هیچ دانش سیاسی رو ندارن، وقتی که اونا رو میگیرن و مورد شکنجه و خشونت قرار میدن، اونا این که دست به خشونت میزنن. و مشکلی که من الان فکر میکنم ما در کشور داریم اینه که حکومت سعی میکنه یک قسمت اعظمی از جامعه رو به طرف خشونت بکشونه که بتونه این خشونت رو مهار کنه و از طرف دیگه بتونه رهبرایی که مخالف خشونت هستن هم رو به خشونت محکوم کنه، به طرفداری از خشونت محکوم کنه. و کاری که ما باید بکنیم، افرادی که به هر حال این دوران گذروندیم، که به این جوونا بگیم که به هر حال اینا هدفشون اینه و شما نباید در این دام بیفتید که
این سیر خشونت دائما ادامه پیدا کنه. یه کسی میتونه عکس العمل نشون بده، بعد شما هیچ وقت نمیتونید کسی رو محکوم کنید که وقتی که چند نفر بسیجی میرسن میریزن سرش، حالا یه لگد یه مشتی هم زده باشه به اونا، این یه چیز طبیعیه. اما ما باید همه اعتقاد داشته باشیم که در دراز مدت خشونت در حقیقت محکوم به شکسته، حالا چه خشونت از طرف رژیم چه خشونت از طرف مخالفای رژیم. خب به جوانهایی اشاره میکنیم که بله چون هدفمند نبوده حرکت سیاسیشون و تو این تسلسل یهو وارد میشن، مورد خشونت واقع میشن، میخوان خشونت رو جوابگو باشن. ولی من دو روز پیش گفتگوی یکی از همین جوانها، یک دختر خانم دانشجویی رو میشنیدم که زار میزد، زجه میزد به خاطر شکنجه و آزار و تجاوزی که بهش شده بود و گریه میکرد، میگفت من میدونم که مازیار بهاری به هر حال روزنامه‌نگار معروفی بوده، حرفه‌ای بوده توی جایگاه خودش، واشنگتن پست پشتش بود، نیوز ویک پشتش بود، فشار می آورد به سازمان‌های بین‌المللی، ولی اون دختری که من دیدم دختر دانشجویی بود که مدام مورد تجاوز قرار گرفته بود و زجه می‌زد، میگفت من نسرین ستوده نیستم که حقوقدانای بین‌المللی پشتم باشه. من میگم مازیار بهاری نبوده که واشنگتن پست و نیوز ویک یا جامعه‌های روزنامه‌نگاری بین‌المللی پشتش باشه. اون چیزی نمیبینه جز خشونت. حالا یک ما جنبشی داریم، جنبش معترضان، جنبش سر، جنبش راه امید که میخواد این جوانها رو هدایت کنه. فکر میکنین واقعا بهترین راه دور هم جمع کردن اون آسیب دیده های روحی و ذهنی با این کسایی که به هر حال حرفه‌ای تر وارد این مبارزه شدن چیه که بتونن هم نوا باشن؟ آقای همین مصاحبه هایی که من الان با شما دارم انجام میدم یا با جای دیگه انجام میدم یا صحبت هایی که میشه، و به هر حال الان توی عصر ارتباطات هستیم و خیلی راحته که ارتباط برقرار کنیم، و من فکر می‌کنم که هم من و همه کسایی که این دوران رو گذروندیم، و من خیلی به قول شما خوشبخت بودم که مثلا اسم من رو میشناختن و یک کمپین بین‌المللی برای من بود، و من خیلی دوست دارم که برم کارهای دیگه بکنم و وقتم رو مثلا برای خودم صرف کنم، اما من این وظیفه میدونم برای خودم که در راجع به زندانی های گمنامی که توی زندان هستن، نه تنها تو تهران، توی شهرهای دیگه هستن صحبت کنم، زندانی هایی که اسماشون هم من نمیدونم، و ما باید سعی کنیم که مجامع بین‌المللی، کشورهای مختلف به مسئله حقوق بشر توی ایران توجه کنند، و جمهوری اسلامی خیلی سعی داره که مسئله حقوق بشر رو به مسئله اتمی گره بزنه و از این طریق کشورهای غربی رو مرعوب کنه و بخواد که به هر حال یه جورایی سر مسئله اتمی باش کنار بیان و مسئله حقوق بشر رو فراموش کنن، و ما به عنوان شهروند ایرانی خارج از کشور وظیفه‌مون اینه که بگیم نه، این دو تا مسئله جداست، شما مسئله حقوق بشر رو تو ایران هیچ وقت نباید فراموش کنید. و خوشبختانه جامعه بین‌المللی هم به خاطر حقانیت خودشون و به خاطر فشارهای مردمی در کشور خودشون اینو فراموش نمی‌کنن. ما در راجب وضع حقوق بشر صحبت کردیم و نقشی که جامعه بین‌المللی میتونه بازی کنه، نقشی که ایرانیا که خارج از کشور هستن چی هست؟ چون همینطور که شما خودتون میدونین خیلی درسته که الان خارج از کشور هستن، ولی هنوز منتلی در ایران هستن و دنبال یه رای هستن، یه رای مثبتی که بتونن یه اثر مثبتی داشته. اولین کاری که ایرانیایی که در دموکراسی در سراسر دنیا زندگی میکنن، در آمریکا، در اروپا و کشور آسیایی در دموکراسی ها زندگی میکنن، باید اینو به متوجه بشن که در یک دموکراسی زندگی میکنن و رأیشون ارزش داره. مثلا من چند روز پیش در لس آنجلس بودم و چند نفر به ما میگفتن که ما چی کار میتونیم بکنیم. گفتم خب شما اسم نماینده کنگراتون نمیدونین چیه؟ گفتن نه نمیدونین. اسم سناتورتون رو میدونین چیه؟ یکیشون مثلا اسم سناتور رو میدونه. شما باید کسایی که در خارج از کشور زندگی میکنن بدونید که در دموکراسی زندگی میکنید و رأیتون ارزش داره و میتونید به عنوان یک نفری که صاحب رأی هستش روی نماینده کنگره و روی سناتورتون و حالا کشورهای دیگه روی افراد دیگه میتونید تأثیر بذارید و اونام باید به شما حرف شما گوش بدن. شما به هر حال توی ناحیه‌ای زندگی میکنید که به اون رأی میدن، به هر رأی برای خود بهتر میدونید، هر رأی برای نماینده های اینجا ارزشمنده.
و بعضی از سازمان‌هایی که به هر حال مثل یک گروه فرقه‌ای عمل می‌کنن، اینا تونستن که از این طریق به نماینده‌های کشور مختلف نزدیک بشن و بتونن بعضی از نماینده‌ها رو طرف خودشون جذب کنن. اما من می‌بینم که طرفداران دموکراسی ایران در سراسر دنیا از این لحاظ یک مقدار کم میارن، یعنی هیچ ارتباط خاصی با نماینده‌های خودشون رو ندارن. و من حالا حتی جاش هستش که ما چند تا نماینده داشته باشیم در تمام کشور مختلف، یعنی شما الان ایرانیایی توی سوئد رو نگاه کنید، ایرانیایی توی آمریکا رو نگاه کنید، انگلیس رو. ما اونقدر که باید نماینده داشته باشیم به عنوان یک جامعه خارج از کشور نداریم. نه. و به خاطر اینه که ما نمیدونیم، یعنی هنوز خیلی از ایرانیایی که خارج از کشور اومدن درک نکردن که در دموکراسی زندگی میکنن. در دموکراسی زندگی کردن نیستش که مثلا شما فقط دوچرخه سواری بکنید یا برید تظاهرات یا شعار بدید، این خب یک جزء بشه. نه. اما رأی دادنتون، صحبتتون با نمایندتون، این خیلی مهمه. و مهمترین چیز اینه که شما حقیقت رو سعی کنید به نماینده محلیتون بگید. حالا نماینده شورای شهرتون میتونه باشه، نماینده پارلمان میتونه باشه، سنا باشه، کنگره باشه، هر چیز. و در این صحبتهایی که با نماینده هاشون داشته باشن، فشار و موضوع حقوق بشر از طریق کل جامعه بین المللی یا فقط از امریکا، یا فرق بین دوتا هست یا نه؟ برایش یه موضوع دیگه اینم هست که یادمه وقتی شما از زندان اومدین بیرون، تو نیوزویک هم یک مقاله نوشتین، گفتین که وقتی مذاکره بین ایران و امریکا شروع شد، اتمسفر یک کمی در زندان عوض شد و یک کمی بهتر باهاتون رفتار کردن. همه این موضوعهای مختلف، تحریم اقتصادی، گفتگو بین این کشورها، مذاکره، فشار و حقوق بشر، اینا چه نقشی دارن؟ اینا اکسکلوسیو هستن یا میتونن با همدیگه یه پکیج مثبتتری باشن؟ ببینید، همه اینا رو ما باید یه جورایی گروه بندی بکنیم. حکومت جمهوری اسلامی در ایران خود به قول خودشون نظام، یعنی در حقیقت آیت الله خامنه‌ای و افرادی که دوربر ایشون هستند و شورای عالی امنیت ملی، اینا خیلی دوست دارن که همه چیز رو به عنوان پکیج به جامعه جهانی ارائه بدن که شما مسئله اتمی ما رو قبول بکنید و راجع به مسئله حقوق بشر بعد دیگه کاری نداشته باشید. نه، من فکر کنم که باید ما به نماینده‌های مختلف در تمام دنیا بگیم که مسئله اتمی ایران یک مسئله است، مسئله حقوق بشر یک مسئله دیگه، مسئله تحریم‌های بعد یک مسئله است، مسئله تحریم‌هایی که نشده هنوز یک مسئله دیگه است، و اینا رو مرزبندی بکنیم. مسئله اتمی رو به نظر من باید که جامعه جهانی محکوم کنه و باید تحریم‌های خیلی سفت و سختی در مورد مسئله اتمی ایران مطرح بشه. اما از اون طرف یه سری تحریم‌های خیلی بد هستش که به مردم ایران داره ضربه میزنه. مثلا اینکه به هواپیماهای ایرانی سوخت ندن، این واقعا یه کار بیهوده‌ایه. نه تنها کار بیهوده‌ایه، بلکه کار مضری هم هستش، چون این باعث میشه که ایرانی‌ها نتونن سفر کنن. و ایرانیایی که به خارج از کشور میرن و برمیگردن، بهترین سفیرای دموکراسی میتونن باشن برای داخل کشور. بعد مسئله به هر حال شرکت‌های نرم افزاریه که نمیتونن به ایران وسایل بفروشن. و مسئله حقوق بشر از همه مهمتره. ببینید، ما الان داریم در قرن 21 زندگی میکنیم، قرنیه که حقوق بشر یکی از مسائل اساسیه، یعنی به عنوان یک حق مطرح داره میشه. یعنی قبلا شاید به عنوان یک امتیاز بودش، پریویلیج بودش، الان به عنوان یک حق هستش. نه. و ما باید به نماینده های کشور مختلفمون بگیم که این حق در ایران رعایت نمیشه و باید این حق رعایت بشه. و به هر حال در با کشور با جمهوری اسلامی ایران به نظر من باید مذاکره بشه. به هر حال این حکومت هستش دیگه، این حکومت هست، اما در این مذاکرات باید که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم بشه و باید جامعه بین‌المللی موضع خودشون رو مشخص کنن. بعضی میگن که ما باید با خامنه‌ای یا احمدی نژاد مذاکره کنیم. خب من خیلی دوست داشتم که مثلا چه میدونم یک آدم خیلی روشن فکری امیر حسین آریان‌پور سر کار بود به عنوان رئیس جمهور ایران، ولی متاسفانه نیست. این حکومت ایرانه و این نوع رفتاریه که با مردم داره و باید با این صحبت بشه. یک مسئله دیگه ای هم هستش که من فکر کنم جامعه جهانی باید بفهمه، اینه که رئیس جمهور در ایران هیچ قدرتی نداره و باید
که جامعه جهانی الان فشارشو بذاره که با خامنه‌ای مستقیما صحبت کنن. یعنی وقتی که یک نفر داره تصمیم گیری میکنه در کشور، اون باید طرف مذاکره باشه. شما فرض کنید که مثلا اگر با انگلیس، با حکومت بریتانیا کسی میخواد مذاکره کنه، باید با دیوید کامرون صحبت کنن. شما نمیتونید برید با دستیار دیوید کامرون صحبت کنید و بعدش دستیارش با شما خیلی غور و قرارایی هم میذاره و بعد فردا یا اخراج میشه یا مثلا دیوید کامرون میگه که این حرفتو عوض کن. تو ایران هم همچین چیزیه. آقای خامنه ای به عنوان نفر اول کشور، به عنوان ولی فقیه، به عنوان رهبر کشور که قدرت اجرایی، قدرت سیاسی، نظامی و به خصوص سیاست خارجی تماماً تحت امر ایشونه، باید به عنوان نفر مذاکره کننده باشه. و این سیاستی که به نظر من سازمان ملل باید در پیش بگیری که آقای خامنه ای رو طرف مذاکره خودش قرار بده. پیام شما واسه ایرانه که خارج از کشور هستن چیه؟ کسایی که توی آمریکا هستن، عضو نایک هستن، به نظر من مهمترین چیزش اینه که بدونن توی یک دموکراسی زندگی میکنن. حالا اونایی که عضو نایک شدن، به هر حال حتی فکر کنم که اینو بدونن، واسه همین اومدن عضو نایک شدن. ولی کسایی که توی آمریکا هستن و عضو نایک نیستن، باید بدونن که توی دموکراسی زندگی میکنن و قدر اینو بدونن. بدونن که نماینده کنگرهشون اگه اینا بهشون رأی ندن، یه رفتاری داره. اگه یکی دیگه رأی بده، یه رفتار دیگه‌ای داره. اگه خودشون بهش رأی بدن و بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، خیلی میتونن تاثیرگذارتر باشن. بنابراین از رأیتون باید استفاده کنید به نظر من. خیلی ممنون. مرسی.